رادیو ایران. امروز پنجشنبه 20 مهر ماه 1402 میلادی خورشیدی برابر است با 12 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه امروز و برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنیم. امروز طبیعتاً می‌پردازیم به درگیری‌هایی که بین حماس و جهاد اسلامی از یک سو و ارتش اسرائیل از سوی دیگه در گرفته که امروز روز پنجمش است و هم تفسیرهای گوناگون در دنیا پیرامون این درگیری‌ها شده و هم واکنش‌های زمامداران به ویژه غربی نشون دادن. حالا من نمی‌دونم دیگه آیا کشورهای دیگه هم سرانشون زمامدارشون واکنشی نشون دادن یا نه. اون چه ما متوجه میشیم واکنش رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس. البته پوتین هم اظهار نظری کرده و مخالف اینها صحبت کرده و گفته که اینها این برخورد، این درگیری ها نتیجه سیاست غلط آمریکا در منطقه است که شاید تا حدودی بتونه درست باشه، ولی نه همه واقعیت. از فرهنگ کهن ما ایرانی ها در فرهنگ کهنمون تا امروز همیشه کشتن انسان ها رو گناهی نابخشودنی میدونستیم. در گفتار زردشت که خود ادعای پیامبری نکرد ولی به هر حال به عنوان پیامبر ما میشناسن، ایرانی ها میشناسنش، در مشهور حقوق بشر کوروش بزرگ، همینطور بیایم تا برسیم به دوران بعد از اسلام، اشعار فردوسی بزرگ، گفته های سعدی که در مورد انسانیت میگه من یه آدم اعضای یک پیکرم. میایم تا میرسیم به حافظ که میگه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. همینطور میایم مولوی و نظامی و میرسیم به دوران اخیر که چقدر زنده یا فریدون مشیری در مورد انسانیت، اینکه برادر برادر را به نبره، چقدر در مخالفت با جنگ ها به خصوص جنگ هایی که در ویتنام اتفاق افتاد شعری داره که صحبت از کشته شدن یک قناری در قفصی زای جنگل را بیابان می کنند. همینطور تا شهریار که شاید حدود 60 سال پیش این شعر رو گفته بود که به یک فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطن، خدا ویران گذارد کاخ این فرمان روایان را. بر روی متاسفانه در طول تاریخ این فرمان روایان بودن که به خاطر خودخواهی، به خاطر منافع اقتصادی، به خاطر کشورگشایی دست به جنگ زدن و اونهایی که جان باختن کسانی بودن که در این تصمیم گیری ها دخالت نداشتن ولی جان خودشون و خانواده هاشون، فرزندانشون، عزیزان رو از دست دادن. من در صحبتی که میخوام امروز پیرامون رویداد اخیر منطقه خاورمیانه داشته باشم باید یادآوری بکنم که ما ایرانی ها به ویژه نسل جوان
به ویژه جوانان ما که مطالعه میکنن باید بدونن یک فرق اساسی بین دولت ها و ملت ها وجود داره. از ایران شروع کنیم. ملت ایران یک پدیده صلح دوسته، جمهوری اسلامی یک رژیم آدم کش. این فقط مخصوص ایران نیست، در آمریکا که پرچمدار جهان سرمایه‌داری یا نظام سرمایه‌داریه، فرق است میان دولت آمریکا و مردم آمریکا. چه بسا بیش از نیمی از مردم آمریکا که زندگی خودشون میکنن ندونن که آمریکا در کشورهای دیگه چه کاری میکنه. اگر در مورد ویتنام هم متوجه شدن و تظاهرات کردن، به این دلیل بود که جنگ ویتنام عملا طولانی شده بود و آمریکا شکست و یعنی مردم شکست ارتش آمریکا رو پیش بینی میکردن. پس فرق میان دولت آمریکا و مردم آمریکا، فرق از بین دولت انگلیس، دولت استعمارگر کهن انگلیس با مردم انگلیس. چه بسا مردم انگلیس در تمام عمرشون نفهمیدن چه جنایتی، چه جنایتهایی دولت مردان انگلیس در کشورهای مستعمره آفریقایی، آمریکای جنوبی و بیشتر از همه در هندوستان مرتکب شده و چه جنایتی در جنگ اول بین‌المللی در ایران به دست این کشور استعمارگر اتفاق افتاده. همینطور فرق است بین مردم روسیه و دولت روسیه. مردم روسیه خواهان ادامه جنگ با اوکراین نیستن، این دولت روسیه است که این کارو میکنه. در جاهای دیگه اگه بریم کم و بیش همینطوره، مگر اینکه بعضی از کشورهای اروپای شمالی که به هر حال تفاوت زیادی بین خواست مردم و اراده مردم با دولت‌ها و سمندارا نیست. پس اینو اول فرق بذاریم و برگردیم به منطقه خاورمیانه. فرق است بین مردم زحمتکش فلسطین، مردم عاشق سرزمین، فلسطینی‌های عاشق سرزمینشون و حماس و جهاد اسلامی. فرق است بین دولت حاکم امروز اسرائیل با مردم صلح‌طلب و صلح‌دوست اسرائیل. در بسیاری از آمارگیری‌ها بیش از 50% یا حدود 50% از مردم اسرائیل قبول کردند که باید در این سرزمین دو دولت، دو کشور و دو کشور، دو ملت و دو دولت حاکم بشه. اینو قبول کردند. چرا؟ برای اینکه 76 سال پیش در همین سازمان ملل که امروز قطعنامه صادر میکنه و وتو میکنه و از این تصمیمات میگیره، 76 سال پیش یعنی 1947 با اکثریت آرا، احتمالا 30 در مقابل 10-11، تصمیم کردن که باید در این منطقه دو تا کشور، دو تا دولت و دو تا ملت زندگی کنن. حالا گفتم مثلا 51% خاک متعلق به اسرائیل، بقیه متعلق به فلسطین. آیا در این 46 سال این مصوبه سازمان ملل، مجمع سازمان ملل عملی شد؟ نشد. چرا نشد؟ چراش مفصله، ولی نتیجهش اینه که امروز به بار اومده. نتیجهش اینه که بارها منطقه و کشورهای همجوار به خاک و خون کشیده شد. بنابراین میام بر سر حماس. اصلا حماسی که امروز بلندگوهای اسرائیل و بلندگوهای کشورهای حامی اسرائیل مرتب بوق میزنن و میدمن درش، کی به وجود آورده؟ حماس و اسرائیل به وجود آورده. همین اسرائیلی که امروز از حماس میخوره، همین ها به وجود، یعنی سردمداران نه مردم، اینها به وجود آوردن. چرا به وجود آوردن؟
دیدن بیش از 90% فلسطینا طرفدار یاسر عرفات هم. گفتن یه جریان دیگه ای رو با حمایت تبلیغاتی و پولی و اینها به وجود بیاریم که محبوبیت عرفات کم بشه. حالا همین حماس که رو گریبانگیر خودش رو شده. شعر حافظ دیگه، آنان که باد میکارن طوفان درو میکنن. مولوی هم میگه، مولوی هم میگه این جهان کوه هست، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، بر میگردد نداها را صدا. این جهان مثل کوه، هر عملی ما میکنیم چه دولت ها چه افراد، این بر میگرده به سمت خودمون. خب حالا گروه حماسی که خود اسرائیل به وجود آورده حمله کرده، البته این بار اولی که تونسته ضربه بزنه، در تمام برخوردها در تمام درگیری ها این دولت مردان اسرائیل و ارتش اسرائیل بوده که رفته مردم بیگناه نوار غزه رو کشته. واقعا اگه قدرت داری با داعش به جنگ. حالا باز برمیگردیم به این که با وجود این که جنگ طلبان اسرائیل، برای که در اسرائیل یه بخش ناچیزی جنگ طلبن، اینها با دمیدن در بوق جنگ میتونن به قدرت برسن، با ترسوندن مردم میتونن، اونم با تمام این ترسوندن ها و تبلیغات با چند تا ائتلاف به 50% بیشتر نمیتونن. همین کار ما در ایران شد. تمام جنایاتی که خامنه ای و سردمداران جمهوری اسلامی میکنن میگن دشمن کرد. آمریکا حالا خودشون 4 ماه نماینده فرستادن در وین با آمریکا یا مذاکره کنن که قبول نکردن، حالا در عمان فرستادن. بعد آمریکا قبول کرد که 6 میلیارد از بدهی ها رو دولت کره جنوبی بپردازه، بازم میگن دشمن ما آمریکاست، دشمن ما اسرائیله. بنابراین با وجود این که این مسببه سازمان ملل، این قطعنامه سازمان ملل به اجرا در نیامد، در اسرائیل 2-3 تا سرداران بزرگ جنگی داشتن. یکی موشه دایان بود که تیر خورده بود به چشمش و یه چشمش نابینا بود، یکی اسحاق رابین بود، یکی شارون. اینا آدم های ورزیده جنگی بودن، اینا فرق میکردن با اینا که کسانی که امروز ارتش اسرائیل رو اداره میکنن یا فرماندهی میکنن. اسحاق رابین به این نتیجه رسید که بایستی در این منطقه 2 تا کشور، 2 تا ملت و 2 تا دولت وجود داشته. من یه پرانتز باز کنم، حدود 42 سال پیش که من به فرانسه اومدم و پناهنده شدم، 2 خبرنگار از روزنامه المدینه که اون زمان پرتیراژ روزنامه عربستان سعودی بود در پاریس اومدن منو پیدا کرد، یکی صد مبروک و یکی مصدق. که البته مصدق چرا مصدق؟ گفت پدر من به قدری به مصدق علاقه داشت که من متولد شدم اسم کوچه که منو گذاشت مصدق. اینا اومدن یه مصاحبه مفصل رو من کردن که در صفحه اول روزنامه المدینه چاپ شد و کشیده شد به صفحات داخل. سوالاتی کردن که من پاسخ دادم. یه سوال این بود، 42 سال پیش خاورمیانه بالاخره سرنوشتش چی خواهد شد از دید شما، از دید شما ملی ها، جبهه ملی ها؟ گفتم تا زمانی که در این منطقه 2 کشور، 2 ملت و 2 دولت به وجود نیاد، خاورمیانه رو به آسایش نخواهد دید. و امروز بعد از 42 سال می‌بینیم ندیده، برای اینکه این 1 کشور به وجود اومده و اون یکی رو اشغال کرده. یه زمانی
عبدالناصر، خب عبدالناصر هم محبوبیت داشت هم عاشق محبوب شدن بود، بهش گفتن الرئیس. الرئیس به هر تصمیم گرفت کانال سوئز، آبراه سوئز رو ملی بکنه، گفت از خاک مصر میذاره متعلق به ماست. دلیل این نداره که یک هیئت بین المللی رو اداره کنه. بلافاصله اسرائیل به عنوان اینکه این آبراه متعلق به یک آبراه بین المللیه حمله کرد به مصر و به دنبالش به خاطر منافع استعماری فرانسه اون زمان و انگلیس اون زمان حمله کردن. اورگانین که اونم از فرماندهای بزرگ ارتش روسیه زمان استالین بود و بعدها به عنوان نخست وزیر بعد از مرگ استالین به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، در یک شب در تل‌آویو، پاریس و لندن سفراشون رفتن دیدن سران این سه کشور که اگر ظرف 24 ساعت نیروهاتون رو از مصر خارج نکنی ما بمب اتم شما رو خواهد. این تهدید آنچنان جدی بود که 24 ساعت نشده اسرائیل و فرانسه و انگلیس نیروهاشون رو بیرون کشیدن. البته آزینهاور که اونم یکی از سرداران بزرگ بود و فرمانده جنگ دوم در مقابل هیتلر و ایتالیا، او هم تهدید کرد که باید از مصر، از خاک مصر خارج بشه. یک بار دیگه هم باز زمان عبدالناصر شعار میداد، شعارهای بدون پشتوانه. سادات میشد گفت از موضع قدرت سادات صحبت میکرد، ولی عبدالناصر نه، بیشتر شعار بود تا اینکه پشتوانه داشته باشه. مرتب تهدید میکرد که ما اسرائیلی ها رو که خاک فلسطین رو اشغال کردن به دریا خواهیم. اون جنگ اولی که برای تو گفتم سال 56 بود که به سرعت عقب نشینی کردن اسرائیل و فرانسه و انگلیس، ولی این دومی سال 67 بود. به دنبال این تهدیدها و کمک هایی که ناصر از روسیه شوروی اون زمان گرفته بود، این امکان وجود می‌داشت که به اسرائیل حمله کنه، ارتش اسرائیل به رهبری موشکدایان و بودن اسحاق رابین و شارون در کنارش، اینا پیش دستی کردن و حمله کردن به مصر، اردن و سوریه. و سوریه که اون زمان از نظر قدرت نظامی به مراتب قوی تر از مصر و اردن بود. حمله غافل نگاری اسرائیل 6 روز پایان پذیرفت، یعنی حتی به هفته نرسید که عبدالناصر دستاشو بلند کرد و تسلیم شد. در اون جنگی که اسرائیل با 3 کشور مصر، اردن و سوریه جنگی 780 تا فقط کشته بود، ولی در این چند روزی که درگیری حماس با ارتش اسرائیل پیش اومده به گفته خودشون بیش از 1200 کشته اسرائیل بود. و طبیعتاً مردم فلسطین هم در نوار غزه شاید همین شمار یا بیشتر کشته دادن، مردمی که هیچ دخالت در این حمله نداشت. بر روی رابین به این نتیجه رسید، اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل، که تنها راه آرامش و صلح در منطقه اینه که قطعنامه سازمان ملل تصویب بشه. و برای این بسیار برای رسیدن به این نتیجه با یاسر عرفات، با میانجیگری کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا وارد گفتگو شدن و قبول کردن که این قطعنامه اجرا بشه و دو تا کشور، دو تا دولت و دو تا ملت در این منطقه به وجود بیاد. و همین دلیل هم جایزه صلح نوبل به هر دو اینا تعلق گرفت و میرفت که خاورمیانه رو به آسایش و آرامش به خودش بگیره. اما به سرعت جنگ طلبان اسرائیل اسحاق رابین رو کشتن، نخست وزیری که باید از جونش حفاظت میشد و خیلی هم حفاظت میشد، انقدر شرایط رو باز گذاشتن
که اسحاق رابین محبوب مردم اسرائیل و بانی صلح با یاسر عرفات کشته شد. سوال من اینه، آیا اسحاق رابین رو حماس کشت؟ که میگین تروریست ها به حق هم میگین، ولی اونایی که کشتن فلسطینی بودن؟ نه. به هر حال بعد از یه مدتی شارون نخست‌وزیر شد، اونم یکی از برجسته ترین فرمانده های نظامی بود. او در دوران اون بود که فلسطینی ها موشک فرستادن به منطقه اسرائیل و ایشون هم البته قدرت نمایی کرد. اون پدر و پسری که بانی این موشک ها بودن، سازنده این موشک ها بودن، مبتکر موشک ها بودن، هم بمرد. ولی خودش دلاورانه اعتراف کرد، از جایی که فلسطین، از روزی که فلسطین توانایی ساخت موشک داره و به سمت سرزمین ما روانه خواهد کرد، ما باید رویای اسرائیل بزرگ که یه دهی هنوز دنبالش هستن فراموش کنیم. خود شارون هم سر به نیست کرده. آیا فلسطینی ها کردن؟ آیا حماس کرد؟ البته آنچنان سر به نیست کردن که فردا صبح تمام خبرگزاری های دنیا شروع کردن زندگی اینو از تولد و بچگی تا روز نخست وزیری، ولی نمرد، ایشون فوت نشد، رفت به بیهوشی، یک سال هم بود و بعد تصمیم گرفتن که ایشون رو برای دیگه نذارن آنچنان بیهوش باقی بود. پس ببینیم که بودن کسانی، هنوز هم هستن، هنوز هم 50% مردم اسرائیل معتقدن که باید صلح بشه، باید اونها هم سرزمین خودشون رو داشته باشن، ولی یک عده جنگ طلب، همونطور که در ایران هست، همونطور که در روسیه هست، همونطور که در جای دیگه هست، اونها هستن که نمیذارن. و به عنوان قوم برگزیده، آخر خنده دار نیست؟ در قرن 21 سال، 20 سال گذشته، 23 سال گذشته، کسانی پیدا بشن بگن ما قوم برگزیده الله هستیم که به ما گفته برین هر جنایتی بکنید. اگر شما قوم برگزیده هستید، چرا جلوی هیتلر دست به سیگار بکنید؟ این شعارها، این چنین دروغها، مثل حرفای خامنه‌ایه، نماینده الله روی زمینه، زمین محدود کرده به منطقه جغرافیایی. یه خانومی از اسرائیلی های تون رو که کشتن انسان براش مهم نیست، گفته بود به دلیل جنایاتی که هیتلر نسبت به ما کرد در 4-5 سال، ما حق داریم هر نوع جنایتی انجام بدیم به جبران. یک نماینده مجلس آمریکا 2 سال پیش به دولت اسرائیل گفت آقا ابن ببریم نوار غزه رو، ابن ببریم عمل بکش. کسی که باور کنید اگر چرخ یه ماشین بتره که قایم میشه تو خونه، میگه بریم 2,200,000 نفر بکش. خب برای من همیشه سری سوال پیش میاد. سوال اینه، اگر بیایم فرض محال این فلسطین بود که 76 سال اسرائیل رو اشغال کرده، اجازه داد مردم تلاویل و هومه از منطقه خارج بشن یا داخل بشن، آیا میهن دوستان اسرائیل تحمل میکردن این تسلط و زورگوی فلسطین احتمالی رو؟ تسلط احتمالی فلسطین رو. ما ایرانی ها اگر یه دولت خارجی بیاد و اشغال کنه ایرانو و بگه حق ندارین از ایران بیرون برید، ایرانی از خارج وارد بشه، 76 سال ما سکوت، میهن پرستان ما، قهرمانان تاریخ گذشته ما، قهرمانان تاریخ معاصر ما تحمل میکردیم؟ جنایتی که حماس کرده بعد گناه نابخشودنیه. من ابتدای صحبت گفتم، ولی بمباران نوار غزه و کشتار
بچه های زیر 13 سال بیشتر نسل نسلشون جوونن. این جنایتی است، اون جنایت طبیعتا جنایت، به خصوص از دید ما ایرانی، در فرهنگ ما ایرانی ها جنایت. ولی آیا این کشتار و این بمباران ها جنایت نیست؟ جنایت. وقتی که نمیدونم رسانه های غربی، دولت مردان غربی ادعا میکنن کسایی که برای سرزمینشون حاضرن کشته بشن، یه زمان اینا چیز میکردن، اینا عملیات انتحاری میکردن و یه عده اسرائیل رو میکشتن. رهبر همین حماسی که اسرائیل به وجود آورده بود، یاسر رمضان یه همچی اسمی داشت و نابینا بود و در یکی از این بمباران هم کشته شد. موقعی که زنده بود یه خبرنگار فرانسوی رفت و دیدنش، بهش گفت آقا شما که رهبر حماس هستین چرا اجازه میدی که طرفدارانتون بمب یا نارنجک به خودشون ببندن و یه عده بیگناه رو بکشن؟ 100% درست بود سوالش، ولی جوابم قابل بررسی بود، قابل تحقق بود. گفت اسرائیل میراژ بمب افکن داره، شما میراژهای بمب افکن به ما بدید ما دیگه عملیات انتحاری میکنیم، اونا میزنن ما میزنن. فکر گفتم در یک کم بمباران رو بعد از این مصاحبه از بین رفت. اگر بپذیریم ما جنایت رو که گفتم محکوم میکنیم، فرهنگ ایرانی کشتن انسان ها رو ناصر خسرو میگه خلق سراسر نهال خدای هم. نه بلکن آن را نه بشکن، همچی شعری داره که 1200 سال پیش. بنابراین این جنایات قابل توجیه نیست، محکوم شدنیه و باید هم محکوم بشه. اما اگر کسانی برای نجات سرزمینشون، برای رسیدن به کشورشون جانبازی بکنن، اگر اینا رو تروریست بگیم، اون وقت توهین کردیم به جنرال واشنگتن و تمام آمریکاییایی که با انگلیس و استعمار انگلیس جنگیدن و کشور ایالت آمریکا رو، ایالت های متحد آمریکا رو بود. این توهین به اوناست، یعنی اونا طور تروریست بودن که با انگلیس جنگیدن برای سرزمینشون. فرانسه، نهضت مقاومت فرانسه که برای آزادی فرانسه از دست ارتش هیتلری جنگیدن و این همه کشته دادن، پس تروریست بودن دیگه، ما نمیدونستیم. پس تمام کسایی که در اوکراین دارن در مقابل تجاوز پوتین مبارزه میکنن، کشته میشن، جان میدن، پس اینا چی هستن؟ اینا تروریست هستن دیگه، این توهین به اینا هست. حدود 4-5 سال ارتش دولت چین، ارتش ماو در مقابل تجاوز ژاپن به منچوری 4-5 سال جنگیدن. چقدر کشته دادن، چقدر اسیر دادن، آیا تروریست بودن یا برای سرزمینشون، آزادی سرزمینشون می جنگیدن؟ متاسفانه در دنیای ما یه آلت موسیقی داشتیم، سرنا، از جای باریکش می زدن، از جای بزرگش مثل بلنگو صدا پخش می شد. در دنیای ما دارن سرنا رو از ته گشادش می زنن. آقا مسئله فلسطین درسته، جنایت کردن، حمله کردن، شما که جنایت رو بدتر پاسخ بدید، ولی راه حل این نیست. راه حل اینه که در این منطقه دو تا ملت باید زندگی کنن. اینو چرا آقای بایدن، اصلا تو میدونی فلسطین کجاست که میای محکوم میکنی؟ میدونی مشکل چیه؟ میدونی قطعنامه سازمان ملل چیه؟ آقای نخست وزیر انگلیس که میگه هر کی از فلسطین دفاع کنه همچین و فلان میکنم، تو اصلا میدونی 150 سال همین انگلیس که تو نخست وزیر شدی چه برای این سر مردم هندوستان آورده؟ چقدر کشته چقدر مردم کشته دادن، چقدر بدبختی کشته؟ میدونی احتمالا تو از اون خانواده هایی هستی که
در زمان استعمار انگلیس طرفدار انگلیس بودیم و الا به نخست وزیری انگلیس نمی رسیدیم. آقای ماکرون که مرتب از این سفر اینجا اونجا سفر می کنی که منم ماکرون جانشین جنرال دوگون، تو در این 6-7 سال ریاست جمهوری چه اقدامی برای اجرای این قطعنامه سازمان ملل کردی که در این منطقه دو تا کشور، دو تا ملت و دو تا دولت وجود داره که الان محکوم میکنی و بعدم چرا یه طرفه محکوم میکنی؟ این جنایت محکوم شدنیه ولی کشتار مردم بیگانه در ما در ایران میگن 22,000 زندانی داریم، زندانی سیاسی. این 22,000 رو ضرب در 10 بکنیم میشه 220,000. این 22,000 رو ضرب در 100 بکنیم میشه 2,200,000. 2,200,000 2,200,000 هم مردم نوار غزه زندانی هم. از خشکی و دریا زندانی هم. ما ایرانی ها حق داریم حمله کنیم و ایراد بگیریم به کسایی که بر ایران به ناحق بر ایران حاکم، که چرا پول مردم فقیر گرسنه، مردمی که نون شب ندارن، حتی نون خالی با تخم ندارن میدید به حماس. حق داریم، حق ماست و در آینده ایران جلوی هر نوع کمک به جریانات اینطوری رو قطع میکنیم. اما آقای نتانیاهو، تو که از کمک های خارجی به حماس میگی، تو که 10 برابر از این بیشتر از آمریکا کمک میگیری، تو که از آلمان کمک میگیری هنوز، تو که جنگ افزار میگیری از آمریکا، تو دیگه حق نداری نرف رو بزنی. بعدم دوستان ما، هموطنان ما، کسایی که صدای من میشنون فراموش نکنن همین اسرائیل که مورد این تجاوز قرار گرفته و تجاوز رو بدتر داره پاسخ میده، تمام تلاشش اینه که الهام علیزاده آدم بیمایه خودخواه رو که دوچار وهم شده تشویق کنه که از شما به ایران حمله کنه. اگرم نمیتونه، جرأت نمیکنه، لااقل مرز ایران و ارمنستان رو قطع کنه. همین دولت کنونی اسرائیل همین کار داره در ضد منافع ملی ایران، نه منافع آخوندها، و ضد منافع ایران، چون اون گذرگاهی که بندر عباس قرار هندوستان از اونجا بیاد و از طریق ایران به ارمنستان و گرجستان بره، اون رو قطع کنه. همین آقای صلح طلب به اصطلاح که مورد حمله قرار گرفته به قول خودش، این برداشت. بعدم وقتی که پوتین حمله کرد به اوکراین، به ناحق حمله کرد و دنیا محکوم کرد و ما به عنوان ایرانی محکوم کردن، شنیدم بسیاری از نه بسیار برحال بودن تعداد ایرانی که رفتن به اوکراین و با مردم اوکراین بر ضد تجاوز روسیه جنگیدن. ولی هم تجاوز پوتین باعث آوارگی مردم شد. چقدر دولت‌های اروپایی و آمریکا کمک کردن برای جابجایی این مردمی که آواره شدن؟ آیا یک صدام این کمک رو به مردم آواره نوار غزه که رفتن سمت سرای سینا انجام دادن؟ به هر حال من به عنوان یک ایرانی ملت‌گرا که معتقدم هر ملتی حق داره در سرزمین خودش زندگی کنه، از این که ملت فلسطین باید سرزمین خودش داشته باشه دفاع میکنم. در سال 67 که گفتم اسرائیل حمله کرده سه کشور عربی، مصر، اردن و سوریه، در جمع دوستان در تهران بودیم و 6 روزه نهفتیه کرده این سه کشور رو تسلیم کرد. در یه جلسه‌ای که داشتیم با دوستان و بحث این بود که کار به کجا میرسه، من اینو گفتم به دوستان اون روز که اسرائیل، همین اسرائیل اون موقع شد 4-5 میلیون نبود، اسرائیل حریف 100 میلیون عرب میشه. جمعیت عرب اون موقع 100 میلیون بود ولی الان بود 260 میلیون. به دوستان گفتم وقتی
دیدگاه منو خواستم، گفتم اسرائیل حریف 100 میلیون عرب میشه ولی حریف 3 میلیون فلسطینی نمیشه. گفتن چرا؟ گفتم برای که فلسطینی ها برای سرزمینش اون جگر. و اینم اضافه کنم، اعتقاد سیاسی، اعتقاد مذهبی، هر نوع فلسفه سیاسی یا اقتصادی یک انگیزه است. هر انسانی میتونه اعتقاد سیاسی داشته باشه، مذهبی داشته باشه، اقتصادی داشته باشه، اجتماعی داشته باشه، اما عشق به میهن غریزه است. تمام حیوانات هم به سرزمینشون، به جاشون به طور غریزی عاشق. عشق به میهن غریزه است و این غریزه رو نمیشه بهم برد و جنگ طلبان اسرائیل هم نمیتونن بهم ببرن جز این که باعث کشته شدن مردم است. اصلا کسانی که در اسرائیل جان باختن مسئولش زمامداران اسرائیل هم. اینها باعث این درگیری شدن. کار کرده گذشته باعث این درگیری شد. کشتن رابین نتیجهش به اینجا رسید. بنابراین من این درگیری رو از هر دو طرف خلاف انسانیت میدونم و اعلام میکنم که گناه بزرگ و نابخشودنی اینه که انسانی انسان دیگر رو بکشه ولو این انسان، به ویژه که این انسان بی گناه کشته بشه. اما در این درگیری که امروز پنجمش رو طی کرد دو نتیجه حاصل شد. یک، اینکه حماس و جهاد اسلامی تبلیغات رو باخت، در سراسر دنیا تبلیغات رو باخت و اسرائیل هم، اینکه اسرائیل یک قدرت شکست ناپذیره باخت. دیگه اسرائیل، ارتش اسرائیل یک ارتش شکست ناپذیر نیست. خط خود پاینده ایران.